سلام، منم و امروز 11 آبان بود. دلم خواست اولین ویدیو بیام در مورد امنیت صحبت کنم و چیزی که باعث میشه این روزا بیشتر از هر وقتی بهش فکر کنم که دیگه نخوام توی تهران زندگی کنم. از وقتی که اومدم جزیره کیش برای سفر، اون احساس امنیتی که خیلی وقت توی تهران ندارم و به شدت دارم و الان که با خودم فکر میکنم به نتیجه رسیدم که هیچ احساسی توی زندگی ارزشمندتر و مفیدتر از احساس امنیت نیست. امنیتی که تو بتونی توی اون شهری که داری زندگی میکنی راحت باشی و آرامش داشته باشی و دغدغه‌های بیخود نداشته باشی و نخوای با عدم امنیت بجنگی و دائم نگرانش باشی. و چیزی که من دارم اینجا تجربه میکنم دقیقا همینه و الان فهمیدم چقدر عدم امنیت چیز لعنتی و عذاب‌آوریه و چقدر میتونه زندگی تو رو تحت تاثیر قرار بده و انرژی تو رو از خودت بگیره. اینجا هم داشتم آماده میشدم که برم کنسرت رو داشتم پادکست گوش میدادم در مورد خودآموز دیکتاتورها که یک کتابیه که خیلی خوب و بهتون پیشنهادش میکنم. دارم میرم کنسرت اشوان. سلام، من اشوانم. به کنسرت من خوش اومدید. همونطور که دیدید من آدم کیلیشه و دیشب رفتم کنسرت اشوان. یعنی اینطوری بودش که ما ساعت 10 که رسیدیم هتل، اون مسئولین هتل گفتن ساعت 12 کنسرت اشوانه و بیاید برید اگر که میخواید. و ما دیگه رفتیم بلیتاشو دیدیم که مثلا کجاها جا داره و اینا و ببین من خیلی خسته بودم و اصلا خودم رو نمیدونم چجوری رفتم، به خاطر اینکه من صبح ساعت 9 بیدار شده بودم، رفته بودم بیرون با دوستم آیلین، بعد اومده بودم خونه و یه دونه چیز فرستاده بودم، همون چیزی که بعد واسه استادم می نوشتم و فرستادم و از اینجور داستانا. و بعد شروع کردم چمدون جمع کردن و اصلا ببین، یعنی بعد من نخوابیدم دیگه، بعد شما کرفت فرودگاه و اینجور داستانای هواپیما. و زمانی که من پامو گذاشتم توی لابی هتل، یکی به هم زنگ زد و یه خبر خیلی بد شنیدم که عصبی شدم و اصلا دیگه خیلی بچید دیگه. ولی به هر حال بعد اومدم توی هتل، شروع کردم یکم تو گوشی چرخیدن و یه ذره همون خبره بد رو هندل کردن و اینجور داستان ها. و در نهایت
تصمیم گرفتم که برم کنسرت اشوان و دیگه رفتم دوش گرفتم و رفتم. و بچه ها برخلاف تصور، یعنی واقعا کاملا برخلاف تصوری که من داشتم، خیلی کنسرت خوبی بود و از اون کنسرت هایی بودش که انرژیش خیلی زیاد بود، چون کلا بعضی از کنسرت های مدلی هن. یعنی مثلا چنانتو خواهدش ممکنه خیلی مثلا فیوریتت نباشه، ولی بری اونجا و خیلی حال بده. این هم همینطوری بود دقیقا. یعنی مثلا من اشوان مثلا قطعا جزو پنج تا خواهنده که مثلا دوستش دارم نیست، خب و ولی حال میکنم با هنگاش و از طرفی هم اوکی بودم. بعد ولی واقعا خیلی بهتر از چیزی بود که فکر میکردم. مثلا اینجور بودم که من مثلا دوباره برم تهران، احتماله که مثلا پاشم برم کنسرت اشوان وجود داره، اقدر حال کردم باش. و بعد ولی در کل کم بود دیگه، یعنی مثلا فکرم یک ساعت و رو 20 دقیقه اینا موند و بعدش دیگه رفت و همین. آره و الان پاشدم رفتم صبحونه خوردم و دارم حاضر میشم که برم بازار. و بچه‌ها من ساعت 5 خوابیدم، ساعت 9 بیدار شدم و اصلا حالا کاری به این الان این دو روز ندارم. مثلا من الان اگه برگردم تهران هم ممکنه که برم خود. آها بیخوابی رو داشتم میگفتم بچه‌ها، به غیر از این حالا مثلا یکی دو روز مثلا دیشب که اومدیم و خیلی دیر خوابیدیم و امروز و اینا همه، بچه من این چند روزی که مشهد بودم یعنی کمترین حد ممکن خوابیدم، به خاطر اینکه اولا کلا مشکل خواب پیدا کردم، درست خوابم نمیبره، یعنی خوابم میبره خب ولی همش بیدار میشم. و علاوه بر اون چیزه خیلی کار داشتم بچه ها من چند روز توی مشهد، یعنی اصلا هم بعد آدم ها رو میدیدم هم کلی کار داشتم و کار کلم اصلا بیشتر طول کشید. این موها ها که میبینید این مدلی شده به خاطر اینه که من دیشب خیلی تو کنسرت جیغ و داد کردم و کلم خیس شد، عرق شده بود و این واسه همینطوری شد. حالا بعد دوباره برم همون و چتری های خیلی زشتم که میبینید که به هیچ صراطی مستقیم نیست و باید پنس منس بزنم. آره دیگه برم کانسیلرم اینجا اسمم کانسیلرم رو بیارم و بیام. چرا اینجا نورش اینطوریه؟ اینجا نورش باید خیلی خوب باشه، اما چون این نور کاملا روی منه ولی اصلا خوب نیست. آها اینا میخواستم بگم، راستی یکی واسه هم دیروز کامنت گذاشته بود که راستی دارم توی حرف میزنم چون تمرکز سخت. یکی دیروز واسه هم توی یوتیوب کامنت گذاشته بودش که وحشت کردم قیافت رو دیدم. آره امروز گفتم بیام آرایش کنم که دوباره وحشت نکنه. من شاید خیلی توی شیر کردن همه چی خوب نباشم، اما حداقل میدونم که خیلی علاقه دارم و مرسی از شمایی که ویدیوهای من رو میبینید و حمایت میکنید. ماچ بهتون. بخرم و همین بعدا میبینمتون و اتاق رو کامل بهتون نشون میدم.